تا سرزمین های افغانستان، جغرافی افغانستان متغیر باشه بیشتر. قبل از امیر عبدالرحمن خان، شاهان افغانستان بیشتر حالت تعرضی داشتن به سرزمین های دیگران. جغرافی های خطه ای که از زمان نادرافشار احمدشاه عبدالی به میراث مانده بود نامی نداشت. در اسناد احمدشاه عبدالی خراسان نام برده شده. بعدا در زمان امیر شیرعلی خان و احتمالا امیر دوست محمد خان در مکاتبی که هند بریتانیایی میده قید میشه، چیزی به نام افغانستان گفته میشه که بعدا در مکاتب رسمی افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان و بعد به نام افغانستان قید میشه. یعنی افغانستان بانی امیر دوست محمد خان بانی افغانستان معاصر است. از آغاز قرن 19 میلادی دو امپراتوری بزرگ از جنوب انگلیس ها و از شمال روس ها سرزمین اصلی ما خراسان مرحله به مرحله قیچی کردن و در نتیجه آخرین مایده که مایده شرم‌آور دیورند است، کشوری به نام افغانستان برای ما باقی ماند. و البته باید فراموش نکنیم که آنچه که امیر عبدالرحمن خان در مایده دیورند انجام داد دفاع از افغانستان نبود، برعکس آنچه گفته میشه، به خاطر از اینکه در نتیجه مایده در افغانستان یک دولت و مفهوم واقعی دولت وجود نمد، صرف یک اقتدار داخلی که در دست خود امیر عبدالرحمن خان بود به وجود آمد و ما دولتی که در بیرون نمایندگی سیاسی داشته باشیم یا حق داشته باشیم که مناسبات سیاسی با کشورهای دیگر برخوردار کنیم، چنین حقی را نداشتیم. و در حقیقت امیر عبدالرحمن خود در برابر 1,800,000 کلدار وقت کلدار هندی افغانستان باقی قسمت هایش به انگلیس ها فروخت. مدی شما بود خان طور یک جانب معاهده دیوان ملغا اعلان کردن و بعد از او در سال 1949 دوره هفتم شورا بعض اون نظر تایید کردن و خطی دیوان نپذیرفتن و ای بخش افغانستان مربوط افغانستان شمردن و از لحاظ قانونی خطی دیگران ملغا اعلان کردن. یعنی شاه محمود خان اولین کسی بودن که بعد از اولین کسی نه بلکه از لحاظ قانونی از لحاظ حکومتداری شخصی بودن که مسئله خطی دیگران رسما به حیث نظر حکومت افغانستان او را ملغا اعلان کرد. عبدالرحمن خان صلاحیت نداشتن که با هیچ کشور خارجی معاهده اقتصادی تجارتی و سیاسی را به امضا برسانه. وقتی که عبدالرحمن خان حق ازی را نداشته باشه که به کشور بیرونی قرارداد تجارتی و سیاسی را به امضا برسانه، خیر با انگریز چرا برسانه؟ با کشور با هند برطانوی چرا ای سرای داده شده که اونا خودش معلق بود دو وقت به روابط بیرونی نداشت. وقتی که کشور روابط بیرونی نداشته باشه چرا با یک باز یک معاهده بین المللی را به امضا برسانه؟ او خودش مشروعیت از دست میده. سردار عبدالرحمن خان که در نتیجه جنگ های خانوادگی میان شیرعلی خان و محمد افضل خان به آسیای مرکزی فرار نموده بود، در همان مدت 12 سال تبعید در ترکستان روسی آموزش های سیاسی را فرا گرفت و تفوق سیاسی را درک کرد. وی بعد از بازگشت از این کشور، مردم از تخار تا کندوز به دور وی جمع شدند و در پروان او را به پادشاهی قبول کردند. مایده دیورند که 115 سال پیش بین امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مارتیمر دیورند وزیر خارجه انگلیس در یک مذاکرات 40 روزه تنها به تنها با امیر انجام گرفت قید زمانی نداشت. اما در توافقاتی که لارد کرزن بعداً تصحیح کرد گفته شده بود که امی توافقات و تفاهمات مدار اعتبارش تا حیات امیر است، تا زمانی که امیر زنده است این مدار اعتبار داره. یعنی که میگن 100 سال این نادرست است. اسناد دقیق برآمده از آرشیف انگلیس میگه که این تا زمانی که خود امیر زنده بود مدار اعتبار بود. اما طوری بود که اگر امیر بعدی نمی پذیرفت
باید 3 سال بعد از مردن امیر قبلی صدای خدا میکشید، که هیچ کس تا امروز تا 3 سال بعد از او صدای خدا نکشید. امیر ابی بلا خان بعد از به قدرت رسیدن نوشت که وای مانند برطانیه دوستی نزدیکتر و بهتر بین افغانستان و هند برطانوی خواستار است. در نامه تعهد کرد که معاهده پدرش و دیورن را تا آن زمانی که حکومت برطانیه با آن وفادار باشد محترم می شمارد. جنگ اول جهانی افغانستان را یک بار دیگر در صحنه سیاست بین المللی قرار داد. رفت و آمدهای هیات‌های آلمانی، ترکی و انگلیسی آغاز گردید. مردم افغانستان در این وقت شیفته جهاد علیه انگلیس‌ها و استقلال کامل افغانستان بودند و در این زمان قبایل سرحدی دست به شورش زدند. امیر حبیب الله خان در سال 1905 به قدرت رسید و در همو سال بود که انگلیس ها از او مطالبه کردند که یک معاهده شش فقره‌ای را به امضا برساند، که در این معاهده شش فقره‌ای 3 عنصرش بسیار مهم بود: یکی تجدید نظر یا تایید دوباره خط دیوران، دوم خط کمک های بریتانیا به افغانستان، و سوم خط ترانزیت سلاح از خاک هند به افغانستان در صورتی که حبیب‌الله خانی نشکیر امضا کنه. حبیب‌الله خان تفره می رفت و چون تفره رفت انگلیس ها هم کمک 1,800,000 کلداری خود قطع کردن و هم رای ترانزیت سلاح را که از خاک هند به افغانستان می رفت و در زمان عبدالرحمن خان بسیار اهمیت داشت این را قطع کردن. در نتیجه حبیب‌الله خان تسلیم شد و معاهده ای را که مشهور به لویدین است در سال 1905 به امضا رساند. در نتیجه امیر حبیب‌الله خان متحد میشه که تمام تعهداتی را که پدرش امیر عبدالرحمن خان تا معاهده دیورن با امضا انجام داده بود او را به اجرا در میاره و در نتیجه این کار را انجام داد و بار دیگر معاهده دیورن توسط امیر حبیب‌الله خان در سال 1905 به امضا رسید. در جریان جنگ جهانی اول تلاش گروه های روشنفکر مخالف استعمار و آزادی خواهان برای حصول استقلال ناکام شد، ولی در جهت دیگر فعالیت های مخفی به پیروزی رسیدند. یعنی امیر حبیب‌الله خان به وسیله همین مشروطه خواهان و استقلال طلبان کشته شده و به عوض وی پسرش شهزاده امان الله خان به سلطنت رسید و استقلال افغانستان اعلام گردید. بر بنیاد اسناد و مدارک تاریخی امیر حبیب‌الله خان هیچ گونه ادعای بر مناطق آن طرف خط دیورن نداشته و آن مناطق را جز قلمرو هند بریتانوی می شناخته است. امیر امان الله خان و همفکران نزدیکش مانند محمود طرزی، محمد ولی خان دروازی و سایر شخصیت‌های ملی و وطن دوست استقلال طلب و مشروطه خواهی بودند که در تاریخ کشور ما مورد احترام بوده، در اخلاص و صداقت آنها شک و تردید وجود ندارد. در سال 1921 میلادی تعداد 400 تن از نمایندگان حدود 20 قوم از مناطق ماورای خط دیورن وارد کابل گردیده و خواستار الحاق و انضمام مناطقشان به افغانستان شدند. اما در مذاکرات میان هیئت انگلیسی و افغانی آزادی نه بلکه حداقل حقوق برای این اقوام از طرف هیئت انگلیسی مطالبه می شد که از طرف نماینده انگلیس به این تقاضا هیچ اعتنایی نشد، بلکه استقرار روابط خود را با کابل مشروط بر اتخاذ یک سیاست ضد شوروی وقت از طرف افغانستان می نمود. مردم افغانستان وقتی که از خط دیورند خبر شدند به مقابلش قیام کرد و قیام به مقابل انگلیس ها تا وقتی دوام داشت که الحضرت امان الله خان جنگ استقلال با انگلیس ها آغاز کرد. در وقتی جنگ استقلال جبهه شرقی افغانستان ضعیف بود، اما